چطوری اجتی خوبی؟ خوش اومدی. خب بریم بریم. به به ایران ایرتور، بسیار عالی بسیار عالی. خب نمایی از این زیبا ما ببینیم، چقدر عالی طراحی شده. به 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 واقعا خوب طراحی شده. IATA member EPTTA. خب طبق معمول اول باتری ها چک لیست رو من داشتم، ببینم چک لیست دارم بخونم دوباره. Ground Iran Air Tour 1234 IFR to Oscar India Kilo Quebec ready to copy. 175 و یو 127 مرسی از سال خوش اومدید. جی تی ای چنده؟ جی تی ای فکر کنم 350 کنم. آها خب اوکی، من توضیحات برج رو تایید کنم. وایفارمون کلیرنسش تایید شد توسط برج. خیلی خب Airbus A320 no checklist. Iran Air Tour 1234 cleared to Oscar India Kilo Quebec Airport. Iran Air Tour 1234. Take off runway 29 right climb and maintain 10,000 feet. تهران هم امرو هوا خوبه. آچه برج میلاد میبینید؟ برج میلاد برج میلاد برج میلاد. خب Battery 1 and 2 on. Battery 1 and 2 on. Iran Air Tour 1234 read back is correct. Contact ground on 121.7 when ready to taxi. 86 gram power units. Power supply, ground power units. External power on. خب ما باید صبر کنیم فعلا ground power رو واسه بشه. Ground Iran Air Tour 1234, could you please send ground power unit? Iran Air Tour 1234, ground power unit is on the road. Okay, you know. Generator خارجی. Generator متصل شد. خیلی خوب. External power on. پارکینگ بریک آن، نوان لوگو لایت، نوان لوگو لایت آن، ای پی یو ماستر، اوکی، پمپا رو روشن کنه، موتور یک دو، پمپ یک دو ای پی یو، ای پی یو ماستر آن، ای پی یو استارت آن، ای پی یو بلید آن، اوکی، وضعیت موتور رو فعلا ماشون ایکسن خاموشن. 10,637 کیلوگرم سوخت داریم. تحت سطح هم مثبت 7 درجه و مخزن وسطی خالیه کلا. گوشه بال 608 608 تقریبا کلا سال. من میخوام ایکس فیدم روشن کنم که سوخت دقیقا با هم مساوی مصرف شه. کراس فید روشن. ای پی یو آن. ام سی دی او تنظیم شده از قبل. بارو ست فلایت دایرکتور اف دی آن. فلایت دایرکتور آن. نویگیشن دیسیبل نو. اندی رنج 10 نانو 10 ست. اینیشیال اتیتیو ست. دورز کلوزد. ای تی زی گراوند سرویسز دیسکانکتد. بیفور چک لیست کامپلیتد. اوکی خب request taxi IFR. Ground Iran Air Tour 1234 with Echo ready to taxi IFR.
بعدش میریم واسه روشن کردن موتور. خب بچه ها، ارتفاع اولی که بهمون گفتش برج 10000 پا بود، امروز مقصدمون قشمه و مسیر خوبی، آب و هوا موچهیه تقریبا، یه مقدار سمت قشم احتمال میدم ابریه یه مقدار بارون باشه. اوکی، این هم مسیر تاکسی. تاکسی کلیرنس اکسپتد. Before taxi, probes window heat on, APU bleed off, anti-ice as required, not required, APU master taxi, off, escort set, transponder auto, Delta, transponder altitude RPVG on, auto brake max, maximum set, acid brake max, flaps 1 required, flaps 1, acid brake on, okay. خب بریم واسه شروع کردن انجینا. IGN stars number 2 stars. انجین number 2 start. Anti skid and NWS STRG on off, not required, taxi. Okay. Before taxi checklist completed. Engine number 2 is starting up. ETT 200. این صدایی که میشنم این صدای چیزا، صدای میشه گفت هیدرولیکای هواپیماست. انجین نمبر 1 استارت. انگلیسی ساده کنه نفهمم، توضیح دارم بس میدم، یه سوال دارید بپرسید. اوکی، موتور شماره 2 در حال استارت. متین بی ام لابر مرسی از فالو، خوش اومدی. کی پرواز میکنی؟ بعد چکلیست قبل از تیک آف و تاکسی رو انجام بدیم و بعد پرواز میکنیم. حدود چند دقیقه دیگه میریم واسه تاکسی. اوکی، انجین نمبر 1 و انجین نمبر 2 استابلایزد. 19.5, 19.6. APU off, APU bleed off. Okay. Parking brake removed. Ground services request pushback. شما خود خلبان این هست شغلت نه عزیزم، من شغلم استریمینگ هست تو که اینقدر خلبانی خوب بلدی چرا تستشو نمیدی؟ والا جیگرشو ندارم راستشو بخوای، مسئولیت 150 نفر آدم یه مقدار سنگینه احساس میکنم بسم. اوکی بچه، تاگ پوشبک های موتورا روشنن، APU خاموش شده، بطری ها واسه بکاپ روشنن و تو که میبینید تاگ پوشبک شروع میکنه ما رو پوشبک میکنه. Ground
چرا ground air 1234 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. خوبه وضعیت باند هم امروز اوکیه، باند خلوته تقریبا. Ground Iran Air Tour 1234 requesting the end of pushback. Iran Air Tour 1234 requesting the end of pushback. نه تو واقعیت مگه نمیگی مشکلی نداره تست دادن ایناش اوکیه، من اصلا فکر کنم با یه دوره کوتاه هم اوکی هم باش، ولی میگم مسئولیت سختیه. آره کش که نیست، ملق بزنی جی تی ای نیست ها، به قرآن شبیه ساز پرواز جی تی ای نیست واقعا، فرق دارن با هم. میشه با کیبورد بازی کرد ولی پیر در میاد داداش، نکنیم کارو با کیبورد خیلی سخت دارم که میبینی من با سلام سعی میکنم با کنترلر هدایت کنم هاپیما رو. بچه ایدونه یه 320 اشتباه نکنم کوریان ایر بود سمت راستمون، میبینید نه آربیتا ایر هم چیزی بود اسمش، نهیده بودم تا دارم. هوا خوب امروز بردی میدادم که در دور دست هم اینجا مشخصه. و این هم که قله دماونده، تاکسی میکنیم تو سر باند بعد میریم واسه تیکاف که بخوام. نه نت هم میگه چه، نه سیستم هم نت خیلی خیلی گادی نمیخواد، میتونی تنظیم کنی که کمتر از اینترنت استفاده بشه. بچه ها لیبری ایران ایرتور هم میبینید که یکی از قشنگترین به نظر من لیبری های ایرانی اولا میشه گفت، لوگوشون خیلی قشنگه، لوگوشون میشه گفت برگرفته از تخت جمشید این توراست فکر میکنم، خیلی خوشگله لوگوشون. فرقش هم با ایران ایرتور اونجا که من فهمیدم اینه که اینا تقریبا یه ناوگان هستن، ایران ایرتور پرواز داخلی بیشتر تمرکز داره ولی ایران ایرتور پروازهای خارجی رو هم پوشش میده و یه مقدار ناوگان ایران ایرتور یه مقدار میشه گفت قدیمی تر از ناوگان ایران ایرتور اصلی هن، ولی در کل جفت ایرلاین ها جفتشون ایرلاین خیلی عالی هن. خب من درخواسته ببینیم برج اجازه تیک آف ما میده. به نظر من هم فورزا هورایزن که از فورزا هورایزن اصلا شبیه ساز نیست. اگه به جایی بخوری چی میشه؟ پیچ ایران ایر تور 1234 کلیرد فور تیک آف رانوی 29 رایت. Okay. Hello, watch out. Cleared for takeoff runway 29 right Iran Air Tour 1234. بچه ما سرعت اولیه‌مون رو می‌ذارم رو حدود 220 نات و می‌تونیم بریم رو باند واسه تیک آف. چنگی حجمش این حجمش حدوداً نسخه اورجینال 175 گیگه
نسخه کرک حدود 90 خورده ای دانلودش نصبش کنم اون سازمندگی میشه. اسم دقیق بازی MSFS 2020 بنویسید، هر جا بنویسید میاد. بازی هم نیست شبیه سازی رانوی نامبر 29 رایت شویدی تو تیک آف. بریم از تیک آف، تیک آف تراست. تهران هم ببینید بچه ها نمای تهران هرو رو در اسپید پاسه یه دیگه میشناسن دیگه ورزشگاه آزادی، دریاچه آزادی، این هم که دریاچه خلیج فارس غرب تهران هر بلدن. ایران خودرو زیر پامونه، جاده قدیمی کرج، این هم که جاده آزادگانه اگه اشتباه نکنم. و حالا از تهران از دور البته اتفاق داره زیاد میشه، تغییر فرکانس بود تهران. دارتا چلک مرسی از فالو، رضا هفت مرسی از فالو، ایروریکس مرسی از فالو، خوش اومدید بچه ها، خیلی خیلی خوش اومدید بچه ها. دوست داشتید دیسکورد اونم حتما جوین بدید، اخبار های استریم و چیزهای مختلف رو چیزه میذارم اونجا، شاید با چیزی هم دارتا دیسکورد دارم. اسم بازی رو گفتم MSFS 2020 بزنید واسه تون میاد. حتی مرسی که نوشتید. اومد مرسی از فالو. امروز از روزگان اومدم که امروز دارم 500 اومدم. خیلی خوب بریم داخل کابین، کابین هم ببینید. با من رنج و مقدار زیاد میکنم، امرو پروازمون یه مقدار احتمالا طولانی هست. ایران ایچ رو 1-2-3-4 کلایم به لیول فلایت لیول 200. اوکی میشه پیاده شد؟ خیر نمیشه. چطوری؟ آرمیستاف اسمت عوض کردی؟ یا اکانت دیگه داشتی اومدی؟ خوش اومدی. سلام خلبان مرزم، چطوری؟ خوش اومدی. 800 و 500 اومدم، خیلی ها جیگر میقیقاد یعنی راه. اوکی ببینیم تغییر 20,000 با تغییر ارتفاع. ورتیکال اسپید مثبت. بچه‌ها من زوم نمی‌کنم، اتفاقاً نمی‌بینید شما. این ورتیکال اسپیده که سرعت میشه گفت عمودی رو نشون میده. شما میتونید هر چقدر اینو تنظیمش کنید، در هر دقیقه چقدر هواپیما ارتفاعش زیاد و کم بشه. من مثبت 2500 پا در دقیقه تنظیمش کردم. ارتفاع ثانویه‌مون میشه گفت بعد از تیک آف
20000 پا هست و سرعتمون هم 120 ناتیکال مایل معادل 250 ببخشید ناتیکال مایل معادل حدودا 500 کیلومتر بر ساعت فکر میکنم باشه و همونطور که میبینید رادار مسیریابیمون که بهش میگن تیک هست، مسیر باد، ارتفاع، سطح هورایزن و این هم همون سرعتمونه، این هم درجه جغرافیایی. وضعیت موتورا 62% انوان، ای جی تی همون دمایی میشه گفت خروجی از پشت موتور هاست. میبینه چه عظمتی هم داره موتورای سیف 56 320. داریم ارتفاع هم زیاد میکنیم فعلا. بعد سوخت باقی مونده مونه به کیلوگرم که حدود 10 تن و خورده 10 تن حالا 77 کیلوگرم هست. باز وضعیت موتور به شکل PSI، فشار خروجی ورودی، دمای سانتیگراد، تت و ست که دمای میشه گفت خارجی هواپیما رو تو دو حالت نشون میدن. گرام ویت هم که جی وی میشه وزن خود هواپیما روی سطح زمین که 60 تن و 836 کیلوگرم وزنشه. هم که دیگه تراتلاج بقیش دارم که بتونم همیشه توضیحشو بهتون دادم. مسیرمون هم که من دقیقا کنم مشکلی نداریم، داریم فعلا ارتفاع زیاد میکنیم، فکر کنم دریاچه نمک هم ببینیم تو را. حالا هر پرواز چند ساعت طول میکشه طبق ساعت واقعی، طبق زمان واقعی؟ وای اس ام مرسی از فرقش اومدی. سلام ابو، خوش اومدی. یه بار رادیاتور خنک کردی؟ انگار خود آدم سوارشه. گرافیکش بالا است، بالاترین گرافیک هر شبیه سازیه دیگه، بالاتر از این نداره. گرافیک و جزئیاتش مالایی، واقعا گرافیک خوبه. الان خلاص اونجا رو من سوار نکردی، الیش دیر رسید دیگه، پرواز فردی دیگه، دیگه تو بعد برگشت بزنی ببینی بس میدم پولش یا نه. شما که بودی، حتی اینجا که بودی سوار بودی خان جان جدی، مرسی از خودم اینا داشت، مرسی از خود خوش مدی. خاموش هم بینیم چیم، خاموش هم بکنیم یه بار تستای اینا رو ساتون نشون میدم بزن. نمای پهنبوند هم ببینیم بسی میشه تو پرواز موتور رو خاموش کنی؟ چرا نمیشه؟ میشه بخواید ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاق خاصی نمیفته، مجبور میشیم دوباره ای پی رو روشن کنیم. ای پی که روشن میشه ایگنیشن موتور رو تنظیم میکنه، بعد دوباره میشه موتور رو برگردونده استارتشون رو زد. اگر که ای پی رو نخواه روشن کنیم اوکی، من تغییر فرگانس کجا بدم؟ تغییر فکر میکنم چیز داریم، آره تغییر ارتفاع 34000 پایی تنظیم بشه. climb and maintain flight level 340 Iran Air 212 34 340. vertical speed تنظیم شد و من معمولا عادتی که دارم حالا اول هواپیما به سرعت به ارتفاع کروز میرسونم، بعد حالا سرعت رو با هم تنظیم میکنیم که بهتر. آها بچه اینجا
دریاچه نمکه دیگه، نزدیکای قم دارید میبینید، مشخص هست دریاچه نمک. من چند سالمه؟ من 22 هم. آروسف مرسی واسه دانت. آره خاموش بود، بازم دمت گرم، مرسی کاری واسه در ازاب نان دارم که اشکامانی بابا دمت گرم. از افتانی مرسی واسه خودو خوش مدید. اینجا یه روز بری زنجان، اشاره پروازهای دیگر داشته باشید. یه سری هم ویدیو واسه تو یوتیوب گذاشتم، اونها رو میتونید ببینید. یه سری مسیر رو رفتیم با بچه، میتونید ببینید. اگه ندیدید توی این دارم این نگاه بشو کنم. چه نمای قشنگی از خلیج فارس بچه.
میریم روی دریا یه دور میزنیم، میری واسه باند، اگه اشتباه نکنم باند 29 راست، اگه اشتباه نکنم رانوی 23. اینجا هم که کلان دیگه خلیج فارس تا یه محدوده خیلی زیادی، ولی عالیه. بچه ها مسیرمون رو میتونید ببینید، نگاه کنید این بالا رو نگاه کنید، ما الان اینجاییم، یه دور اینجوری میزنیم و میریم واسه باند شماره 23 فرودگاه قشم. امیدوارم که لندینگ خوبی باشه، لندینگ نرمی باشه، لذت ببرید. قسمت جنگلای هرای قشمه، اینجا هم فکر کنم درگهانه، نمیدونم دقیقا کجاش میشه. اینجا فرودگاه کیشه، خود جزیره کیش هم هست، جزیره های دیگر هم میتونید ببینید. دوبه دیگه اینجا ها، دوبه کلن خلیج فارس. چند تا مسافر هستش؟ ما فکر میکنیم که مسافرها فول هن دیگه، 157 مسافر. یو سادن و مرسی از فالو، خوش اومدی. خیلی خوب بچه دیگه داریم دور کامل میکنیم. بعد از اینکه دور کامل بشه من سرعت رو برای لندینگ میارم پایین، چرخ ها رو باز میکنیم و میریم واسه باند شماره 23 فرودگاه قشم. من برات لینک ویدیو رو در کانال دیست بفرستم، بند میشم؟ نه، برای خودم بفرست، تو دیست لینک نذار، پی وی رو من کلیک کن، رو اسم من اون بالا کلیک راست کن، بنویس حالا مسیج، بزن رو مسیج، بعد پیامش اونجا بفرست. امتی پلی میدی با منی؟ من امتی بازی نمی کنم، نه کلن جی تی ای بازی نمی کنم.
خیلی خب بچه، سرعتمون رو باز کمتر میکنیم. ما 160 نوت. از پلاگین ایبگ استفاده کن، افسونه باحالیه، باش میشه 4 تا فلایت پلن دید. خیلی عالیه. فلاپس فول، اسپید بریک آن. بچه کلیرنس اپروشون به اون داد برج و به زودی چرخ ها رو باز میکنم. یه زمانی با علی بازی میکردیم دیگه، علی بنده خدا الان کلاس یعنی امتحان داره، کنسل فعلا. خیلی خب بچه، لندینگ گیر داون و میریم واسه لندینگ. من حالا فرودگاه رو نمیبینم فعلا، امیدوارم که ببینمش به زودی. اوتوپایلوت دیسینگیجد، اوتوپایلوت رو برداشتیم. دیگه از الان تماما لندینگ دست خودمه، چون من فقط ببینم میتونم فرودگاه رو ببینم. بله میتونم ببینم. اوکی بزرگوار من دارم میبینم باندو، یعنی وان تاوزند کانتینیو. $500 استیبلایزد. $400
بچه ها در واقع هواپیما الان خودش بالا هست اگه دقت کنید. بچه ها خوش اومدید به فرودگاه قشم. همطور که میبینید دمای فرودگاه قشم 15 درجه مثبت صفره و فرود بعدی نبود با کنترلر من که خیلی هم امتحان نکرده بودم. حالا ادامه مسیر رو بریم تا مسیر تاکسی و قسمت فلاپسمون آب باشه. رول اوتس من با گینم چه مشکلی داره دقیقاً حرکت نمی‌کنه. اوکی. تروتل بستیم کامل. اوکی. خب مثل که پروازمون باید همینجا پایان بدیم. امیدوارم که از این پرواز خوشتون اومده باشه بچه‌ها. خیلی خیلی خوش اومدید. من چطورتونم بخونم. فرو استوری هم داره دماغ هواپیما بهش میگم فلر. فلر هم کردیم یه مقدار خوب بود. یوسادنو مرسی از توضیحاتی که دادی. من دسته رو هم خاموش کنم بچه. اوکی من میذارم هاپیون رو حالت بطری و موتور رو خاموش میکنیم. انجین نمبر 1 انجین نمبر 2 بوتو تراتل. خب فوردویت نشمن واقعا دروبرش همین جوریه دقیقا تو واقعیت یه مقدار میشه گفت صحرایی ماننده. بچه ها امیدوارم که این ویدیو خوشت اومده باشه. کسایی که دارن از طریق یوتیوب میبینن ویدیو رو و دوستانی که تو استریم هم هستن دمتون گرم. مرسی که بودید. امیدوارم که خوشت اومده باشه. میبینم اتون تا پرواز آینده. قول پرواز آتو رو بهتون میدم. حالا فکر نمی کنم حالا فردا پس فردا ولی قولشو میدم سعی میکنم زودتر آمادش کنم حالا یا به صورت استریم یا به صورت ویدیو. و اینکه دمتون گرم دیگه. عشق من نیست حتما دیسکورد رو جوین بدین. اینستاگرام فالو بزنید برای اینکه حالا بخواید تایم آپلود ویدیوها و استریم ها رو بدونید. و اگر هم که دوست داشتید حتما یوتیوب رو هم ساب کنید که ویدیوها رو اونجا حتما آپلود میکنم. دمتون گرم. عشق من دیگه میبرم از اون تا ویدیو آینده. خدا نگهدار.